هفته پیش در شهر لاهه بودم، شهری که دادگاه بین المللی لاهه در اونجا قرار داره، محلی که دهه ها پیش محمد مصدق در پی شکایت بریتانیا به اینجا آمد که در نهایت منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران شد. ابتدا سری به میدانی زدم در مقابل پارلمان هلند و سپس به مقر دولت رفتم و در نهایت هم پس از کلی گشت و گذار در شهر یک غذای هلندی رو هم امتحان کردم. به کجا چنین شتابان؟ جوان از نسیم پرسید، دل من گرفته زینجا، هوس سفر نداری ز قبار این بیابان؟ همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم، به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم. سفرت به خیر، اما تو و دوستی خدا را، چون از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را. یکی از معروفترین اشعار استاد محمد رضا شفیعی کدکنی که بر روی یکی از دیوارهای شهر لیدن در هلند نوشته شده، البته با همت دانشگاه لیدن و همچنین در حضور خود استاد شفیعی کدکنی. امروز در شهر لیدن هستم و شما رو با این شهر آشنا می کنم. در استان هلند جنوبی بین شهرهای آمستردام و لاهه، یکی از شهرهای زیبا، تاریخی، علمی و فرهنگی کشور هلند قرار گرفته. شهر لیدن با 125 هزار نفر جمعیت که از اون به عنوان شهر دانشگاهی و شهر دانشجویی یاد میکنن که خیلی هم بی ربط نیست، به این دلیل که قدیمی ترین دانشگاه هلند در شهر لیدن قرار داره. این جایی که وایسادم در مقابل یکی از دروازه های شهر لیدن هستش، دروازه ای که در قرن 17 میلادی ساخته شده. لیدن قدیم ها دروازه شهر بیشتری داشته ولی در حال حاضر فقط دو تا از اونها باقی مونده. معمولا هر شهری نماد و سمبل خودش رو داره. شهر لیدن نماد و سمبلش یک شیر هست و همچنین دو تا کلید که به طور زبدری روی همدیگه قرار گرفتن. در بالای این دروازه شهر نماد و سمبل شهر لیدن هست، البته فقط اون کلیداش. با هم دیگه کم میایم جلوتر تا اینکه بهتر بهتون نشون بدم. نماد شیر در سمبل و علامت لیدن در حقیقت سمبل مقاومت مردم هلند در برابر اسپانیایی هاست و معنی دو تا کلید زبدری هم که روی هم دیگه قرار گرفتن یک داستان تاریخی و مذهبی داره و برمیگرده به اون کلیدی که عیسی مسیح به یکی از حواریون خودش داد و تقریبا این سمبل رو در تمام شهر لیدن میشه دید. البته این دو تا کلید منو بیشتر یاد کلیدساز معروف ایرانی حسن کلیدساز انداخت که با اون کلیدی که داشت هیچ قفلی رو باز نکرد. از حسن کلیدساز و این کلیدا و دروازه لیدن که بگذاریم، بریم یه دوری بزنیم توی شهر تا اینکه بیشتر براتون توضیح بدم. همونطور که گفتم دانشگاه لیدن قدیمی ترین دانشگاه کشور هلند هست که در سال 1575 میلادی در قرن 16 ساخته شده. این دانشگاه از 7 دانشکده تشکیل شده که میشه به دانشکده های مانند ریاضی، فیزیک، پزشکی، باستانشناسی و زبان اشاره کرد. در این دانشگاه اساتید ایرانی هم تدریس میکنن و یا اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این دانشگاه همکاری دارن که میشه به آقایون تورج اتابکی و افشین اولیان هم اشاره کرد. از طریق یکی از خبرنگاران پیشکسوت هلندی اهل لیدن داستانی در مورد این دانشگاه شنیدم که شاید گفتنش خالی از لطف نباشه. وقتی در قرن 16 میلادی لیدن تحت محاصره اسپانیایی ها بوده و در نهایت هلندی ها پیروز میشن بر علیه اسپانیایی ها، ویلم فان اورانیه، بنیانگذار هلند نوین که خودش هم بر علیه اسپانیایی ها اون موقع میجنگیده، به این شهر میاد و به مردم لیدن میگه که من میخوام جایزه‌ای به شما بدم و شما دو تا گزینه
دارین که یکیشو میتونین انتخاب بکنین. گزینه اول این بوده که مالیات مردم لیدن بیاد پایین و گزینه دوم این بوده که دانشگاهی در این شهر ساخته بشه و در نهایت مردم لیدن گزینه دوم رو انتخاب میکنن، یعنی ساختن دانشگاه که اولین دانشگاه در کشور هلند هم بوده. شهر لیدن معروف هست به داشتن یک نوعی از حیاط‌های اشتراکی. حالا این حیاط‌های اشتراکی چی هستن؟ با هم دیگه میریم توی یکی از این حیاط‌ها و توی یکی از این ساختمون‌ها تا بیشتر براتون توضیح بدم. اینجا یکی از معروف‌ترین این حیاط‌ها هست که به هلندی بهش میگن هوفیه و بریم تو، حالا بیشتر توضیح میدم براتون. یک چنین جایی هست، اینجا یک حیاطی هست با خونه هایی که اطراف این حیاط وجود داره که طبیعتاً این محل اشتراکی هست، تقسیم میشه بین افرادی که در اینجا زندگی میکنن. البته اینجا کاملاً خصوصی هستش، ولی به این دلیل که اینجور مکانها در شهر لیدن بسیار معروف و تاریخی هستن، ارزش تاریخی دارن، ورود برای عموم آزاد هست و همه میتونن بیان اینجا با رعایت کردن حریم خصوصی افراد از اینجا بازدید بکنن. این نوع حیات‌ها، این نوع مدل زندگی کردن از قرون وسطا وجود داشته و ایدهش این بوده که اینجا رو برای افراد کم درآمد، بی‌بضاعت و سالمندان درست بکنن و در حقیقت دور هم جمع بشن، دور هم زندگی بکنن که بتونن بهتر به همدیگه کمک بکنن و اگر نیازی داشتن خب بتونن از همدیگه درخواست و تقاضا بکنن. معمولاً یک چاه آبی توی هر حیاطی هست، خب طبیعتاً اشتراکی هست برای همه، که حالا این چاه کار میکنه یا نه نمیدونم، که تلمبه هم داره و میتونن از اینجا آب بگیرن و همچنین محل نشیمن مشترکی اینجا داره. اینجور مکان‌ها در حال حاضر خب هرچند که به مکان‌های تاریخی و دیدنی شهر لیدن تبدیل شدن، ولی بیشتر این خونه‌ها دانشجویان زندگی می‌کنن، خب خیلی حال و هوای خاص و باحالی داره. جالبه بدونین که همیشه در اطراف این حیاط‌ها 12 تا خونه وجود داره و عدد 12 هم در حقیقت همون 12 حواریونی هست که عیسی مسیح رو همراهی می‌کردن و در حقیقت یک دلیل مذهبی داره. یک دوری با هم بزنیم تو این حیات بسیار زیبا. بدون شک معروف‌ترین فرد از شهر لیدن کسی نیست جز رمبراند، نقاش معروف هلندی که در اوایل قرن 17 میلادی در سال 1606 میلادی در شهر لیدن در همین محله به دنیا اومده. در اینجا پورتری رمبراند گذاشتن و همچنین سنگی رو بر روی یکی از ساختمان‌های این محله قرار دادن که میگن رمبراند در اینجا به دنیا اومده. رمبراند از تاثیرگذارترین نقاشان هلندی بوده که در دوران عصر طلایی هلند زندگی می‌کرده. 25 سال در لیدن زندگی کرده و بعد هم مهاجرت کرده به سمت آمستردام. من وقتی به شهری میام قبلش در مورد اون شهر مطالعه می‌کنم، هم برای خودم و هم برای اینکه بهتر بتونم برای شما توضیح بدم، مخصوصاً در مورد مسائل تاریخی، و بعضی موقع به یک مسائل جالبی برمیخورم. یکی از این مسائل در مورد شهر لیدن این هستش که حدود 400 سال پیش در سال 1609 میلادی عده‌ای از بریتانیا به هلند و به شهر لیدن مهاجرت میکنن، میان به دلایل مذهبی، پروتستان بودن، میان اینجا و در همین محله در همین جا شروع میکنن به زندگی کردن. ولی بعد از حدود 11 سال در سال 1620 میلادی تصمیم میگیرن که از اینجا دوباره مهاجرت کنن و برن، به دلایل اقتصادی و همچنین مذهبی. این 62 نفر بریتانیایی وقتی به آمریکا میرسن در ایالت ماساچوست کنونی شهرکی رو میسازن و بعد از چند ماه به پاس موفقیت و کاری که انجام داده بودن مراسمی رو برگزار میکنن که امروزه به این مراسم میگن تنکسگیوینگ، که در آمریکا و در کانادا بسیار محبوب و رایج هستش. و جالب اینجا، حالا اینا که تعریف کردم اینو میخوام بگم که سالها میگذره،
اینا جامعهشون بزرگتر میشه، جنگ‌های آمریکا رخ میده و بعد خیلی از آمریکایی‌ها و چندین نفر از رئیس جمهورهای آمریکایی اصل و نسبشون برمیگرده به کسانی که در شهر لیدن در همین محله، همین جایی که من الان وایسادم، زندگی میکردن. رئیس جمهورهای مانند جورج بوش، طبیعتاً پدر و پسر، روزولت و حتی باراک اوباما. جد و اصل و نسبشون برمیگشته به کسانی که در این محله زندگی میکردن. شهر لیدن بسیار شهر زیبایی هست. من هر موقع میام شهر لیدن واقعا لذت میبرم از بودن در اینجا و همچنین قدم زدن در قسمت قدیمی شهر لیدن. ساختمون های بسیار زیبایی داره، پل های بسیار زیبایی داره، کانال های آب بسیار زیبایی داره و همچنین چندین آسیاب بادی هم در این شهر وجود داره که جزء بناهای تاریخی به حساب میان. از این شهر همچنین به عنوان آمستردام کوچیک هم یاد میکنن، به این دلیل که تعداد کانال هایی که در سطح شهر وجود داره زیاد هست و به همین دلیل تشبیه میکنن این شهر رو به آمستردام. و جالب اینجاست بدونین که هلندیا به کانال آب میگن خراخت و در زبان هلندی خیلی زیاد هستش و بعضی موقع هلندیا با تازه واردها شوخی میکنن که مثلا ما تو فارسی میگیم اگه گفتی به طور مثال چای داغه دایی چاغه، اینا هم یک جمله دارن به خارجی ها میگن و اون این هستش که به خارجی ها میگن اگه تونستی بگی آختن تاختخ پراختخ خراختن، و یعنی که همش خه داره و واقعا یکم چالش داره گفتن این جمله. معنیش هم یعنی این که 88 تا کانال آب زیبا.